نقش پلاک مورد نظر ما که بهمون داده طول 16 متر، عرضش 12 متر و یه پیشامدی بالکن داره به عرض 1.20. اینجا کد ارتفاعی 00 رو مشخص کرده که با توجه به این کد 00 بقیه کد ارتفاعی رو اینجا ما میبینیم که بر اساس این مشخص شدن. میریم تو نقشه فنداسیونمون. نقشه فنداسیون رو که ما میبینیم بهمون نقشه فنداسیون نواری داده. اینها نوارهایی هستن که باید اجرا شن. اول میریم کد ارتفاعی رو دقت میکنیم. اینجا بهمون داده منفی 2 متر و 10 سانتی متر و اینجا در قسمت هاشور خورده نوشته منفی 3.5. یعنی این قسمت باید گودتر اجرا بشه. منفی 2 و 10 اگه دقت کنیم اینجا بهمون گفته که منفی 2 و 10 روی فنداسیونه و 70 سانتم ارتفاع خود فنداسیونه، 10 سانتم که بتون مگره. پس خاک برداری شما میشه 70 به اضافه 10 که 80، 80 با منفی 2 و 10 میشه منفی 2 و 90. شما باید خاک برداریتون انجام میشه، یعنی تمام شده خاک برداری میشه منفی 2 و 90. بعد که بتون مگر اجرا میشه بعدم 70 سانتم فنداسیون اجرا میشه. فنداسیون ما همشون نوشه تیپیکال سیکشن، یعنی به صورت عمومی تمام این نواری ها به همین صورت با اجرا بشن. این خطچینی که اینجا زده یعنی این ارزش متغیره، حالا یا 1.20 یا 1.50. کاورم که 5 سان بهمون داده. میلگرد پایین یا آرماتور ارزی پایین یا همون در اصطلاح اجرایی یا سنجاقکی‌ها فی 14 هر 15 سانتی متره و آرماتورهای طولی ما در بالا فی 22 هر 15 و پایین هم به همین صورت فی 22 هر 15 سانتی متر. این از نواریو ما که اینجا عرضش 2 متره یا 1.5 1.5. بعد میایم اینجا 1.20 داریم، 1.5 1.5 داریم نه. که اینا رو ما باید اجرا کنیم. جای آسانسور مشخصه، جای دیوار برشی ها مشخصه، همونجور که میبینی 5 تا دیوار برشی داریم و جای ستونارمون هم که معلومه. در زن قطع هم که نمیشه 6 سانتیمه، در زن قطع همون فاصله دیوار همسایه تا زمین مورد نظر ما یا فنداسیون مورد نظر ما قرار اجرا میشه. میانیم تو توضیحات اینجا هم یه نگاهی میندازیم تو نقشه، ارتفاع فنداسیون همون 70 رو نوشت، اینا رو چک میکنیم که همه با هم یکی باشن. کاور 5 سانتی متر، نوشت میلیگرد و مشخصات مقاومت بتون رو نوشته بهمون. جدولی که اینجا بهمون داده برای طول خم آرماتور هاست. اینجا بهمون گفته 12 برابر قطر میلیگرد با این طول این خمه باشه و مثلا اینجا که ما میلیگرد سنجاقی همون فی 14 میشه 12 برابر 14 میشه 16 و 8 یا همون 17 سانتی متر با هم باید طول خمش رو انجام بدیم. همپوشانی ها تو این قسمت که تقویتی رو بهمون داره نشون میده همپوشانی ها رو نوشته. اگه بیایم پایین دقت کنیم اینجا نوشته که طول همپوشانی میلیگرد ها یا همون اوورلپشون در قسمت صفحه بالایی میلیگرد یا همون شبکه بالا 60 برابر قطره و در قسمت شبکه پایین 50 برابر قطره. حالا میریم روی زمین اصلیمون که میخوایم نقشه رو پیاده کنیم. همجور که میبینید قرار اینجا فنداسیون نواری رو اجرا کنیم. این قسمتی که الان من هستم همون کد ارتفاعی منفی 2 و 10 و اینجایی که بیشتر گود برداشت شده همون ارتفاع منفی 3 بود که توی نقشه به صورت هاشور مشخص کرده بودم. بتونه مکر ما هم که با ضخامت 10 سانتی متر کامل جا اجرا شده و ارتفاع فنداسیون هم قرار طبق نقشه 70 سانتی متر باشه. روی بتونه مکر دقیقا ما عرض نواریامون و جایی که قرار فنداسیون نواری اجرا بشه با رنگ قرمز مشخص کردیم. حتی جای ستونامون و فاصله آکس ستونا رو کامل معلوم کردیم. جای دیوار برشیامون هم همینجور، جای ریشه پله مشخص کردیم. اینجوری خیلی راحت‌تر موقع آرماتوربندی میتونیم کار کنیم. اینجا دقیقا همون کنج زمین ماست که با خط تراز معلوم کردیم، آوردیمش پایین و اینجا هم یه ریسمون کشیدیم در طول دیوار و تونستیم
دقیقا اون درز انقطاع 6 سانتی متر رو هم رعایت کنیم. برای شروع اجرای فنداسیون اول میایم قسمتی که گوتره. اینجا اگه دقت کنید عرض نواریامون 1.20 داریم و 1.50 داریم تو این قسمت. بعد میایم تو جزئیاتی که تو نقشه بهمون داد دقت میکنیم. اینجا بهمون گفته که آرماتورهای عرضی بالا و پایین یا همون سنجاقیا فی 14 هر 15 سانتی متره و آرماتورهای طولیمون در شبکه بالا و شبکه پایین فی 22 هر 15 سانتی متره. پس ما الان فقط میلیگر 14 و میلیگر 22 داریم. فاصله هاشون هم 15 سانتی متر قراره اجرا کنیم. پس میریم برای بارش میلیگرد ها. برای بارش لیسی آماده میکنیم و طول سنجاقیامون همراه با خمش مشخص میکنیم. مثلا اگه عرض نواری ما 1.50 دو تا 5 سانت کم میشه میشه 1.40 و خمشون هم که مشخص کنیم فی 14 خمش 17 سانت دو تا 17 سانت و اینا رو با هم جمع میزن طولش و تعداد رو مشخص میکنیم. بعد میریم برای بارش. معمولا روی میلگرد هم که خریداری میکنیم قدر میلگر رو نوشته، مثل اینکه نوشته فی 22. برای بارش میتونیم به این ترتیب عمل کنیم که این فولی که الان اینجا قرار داریم فاصله تا این دستگاه قطع آرماتور محاسبه میکنیم. این همون طول برش میلگرد ماست. از این قسمتی که فلکش شروع میشه برای قطع میلگرد متر اینجا قرار میدیم. تو برش آرماتور باید دقت کنیم که طولامون جوری بچینیم که پرتی نداشته باشیم، یعنی سعی کنیم پرتی میلگردمون کم بشه. میلگردی که از کارخونه میاد همشون 12 متری هم. الان انتهای میلگر رو به بلوک تکیه دادیم و اینجا هم تو قسمت دستگاهه میاییم کلیدش رو میزنیم و شروع میکنیم به قطع آرماتور. این دستگاه دو تا کار رو انجام میده، هم قیچی است که برای قطع آرماتوره، هم میتونه خم کنه. در حال حاضر ما داریم فقط قطع میکنیم میلگردامونه. بعد از اینکه به طولای مشخص برش دادیم میریم سراغ خم کردنشون. برای خم کردنم این دستگاه یک کلیدی داره که ما وقتی توی یک جهتی میکشیمش این بر میگره و در جهت معکوس میتونه اینو خم کنه. آرماتورامون رو قرار میدیم، کلید رو میزنیم و شروع میکنیم به خم کردن. تا انتها که میره دقیقا یک خم 90 درجه رو به همون میده. این هم آرماتور عرضی است که داریم میبینیم شما، میلگرد فی 14. ما الان قرار سنجاقه اینجا رو قرار بدیم. این قسمت عرضش 1.20 بود، پس طول سنجاقه ما دو تا خم داره، دو تا خم 17 سان یا 20 سان برای اینکه پرت نشه میتونه خم بدیم. دو تا کاور 5 سان داره، 10 سان ازش کم میشه، پس میشه 10 سان کم کنیم میشه 1.10، با دو تا هم 20 سان خمشه که 40 سان، با 1.10 میشه 1.5. پس در کل ما یک آرماتور 1.5 برای اینجا برش دادیم و دو تا خم 20 سانت هم بهش دادیم. تو جزئیات هم که اینجا برامون نوشته که آرماتور فی 14 هر 15 سانتی متر قراره اجرا. این الان همین آرماتورهای عرضیه که طولشون 1.5 بود، یک سریشون با دو تا خم 20 سانت که جمعاً میشه 1.5. حالا ما میریم برای اجرای این در همون قسمتی که روی نقشه به شما نشون دادم.